بنامید خداوند بخشاینده و مهربان با عرض سلام و وقت بخیر برای شما خانواده نهایت عزیز و مخاطبین نواید محترم برنامه رمز زندگی آرزو میکنم زندگی خوب و خوش و سرشار از نشاط و شادمانی داشته باشین و این که دومین روز از ماه مبارک رمضان است برتان تا این دم خوب گذشته باشد و دقایق و لحظات و خوبتر خوشتر همچنان منتظرتان باشد در برنامه امروز جناب محترم دکتر صاحب عبدالحق قاضی زاده متخصص داخل با خود داریم و در دا رابطه با فواید روزه صحبت های داریم از نگاه تی وی بی. بدون تردید روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از خود فلسفه و حکمت در دین مبین اسلام داره اما از نگاه تی بی هم در این اواخر ثابت شده که خود روزه گرفتن میتونه که به صحتمندی مندی عمومی بدن ما شما بیانجامد ای که روزه گرفتن دارای چی فواید است و کدام افراد باید روزه بگیرن و کدام افراد که سرشان در چی حد خراب است روزه نباید بگیرن در برنامه امروز ما را همراهی کنین تا دکتر سپرتان برتان معلومات را کنن اما قبل از همه دکتر سپ سلام باش ممنون امروز دیباتان بخیر خرسند هستم در برنامه امروز با ما همراه هستی مهربانی من هم با نوای خود سلام و ادب عرض میکنم خدمت محترم شما و خدمت تمام همکاران تکنیکی شما و بیننده های تلویزیون آریانا مهربانی است تشکر دان باشین دکتر سپ از یک در برنامه امروز حضور پیدا کردین و میخوایم پرسشی ما همچنان مخاطبین ما رو پاسخ بگین امروز شما هم میتونید از دو طریق در برنامه با ما همراه و هم کلام باشین اولی که میتونین با شما تماس 0711 130 و یا هم شما تماس 0711 555 زنگ بزنین پرسشتان با ما شریک بسازین اگر تلفن دسترسی ندارین و براتون مشکل است بازم صفحه فیسبوک شبکه جان رو تلویزیون آریانا امیل از فعال شما میتونین پیام ها و کومنت های بگذارین و پرسشتان با ما شریک بسازین آل هم برمیگردیم سراغ دفترسه و در رابطه با روزه گرفتن در ماه رمضان و تا مقدمه صحبت های میشنیم پس از آن پرسش های ما و پرسش های شما خواهد بود خب دکتر صاحب در ماه رمضان ما وقتی که روزه میگیریم در کل یک سوال کلی باید بکنم روزه گرفتن ما در کل چی فوایدی به بدن مادرش شما آغاز کنین هم از قبل پرسش صحبت های شما پرسش های خاطر می در روزه در ماه مبارک رمضان فواید بسیار زیادی دنیوی و اخروی را داره <تصفح> که از جمله فواید دنیوی یکی هم صحت جسمانی و روحی انسان است در قدم نخست چون در طول سال 12 ماه است و 11 ماه ما نوشی می نوشیم و می و به صحت خود قطعا توجه نمیکنیم و خداوند بر ما ایمان را وقتی که نازل کرده و به ما فرگردانیده ماه مبارک رمضان این تنها نه تنها با ایمان خوردن و نوشیدن نیست روزه گرفتن که اگر انسانی اینو فکر کنه که من صرف نمی خورم و نمی نوشم روزه استم بلکه روزه به پنج حواسش باید گرفته شود یعنی دهن روزه باشه زبان روزه باشه بینی روزه باشه چشم روزه باشه گوش روزه باشه دست روزه باشه و همچنان پای روزه باشه در این صورت اگر به شکل درستش مای ما روزه را بگیریم پس فواید جسمانی و روحیش به نهایت زیاد است و ما باعث و ما می توانیم امی فواید روزه را حصول کنیم حاصل نماییم در نخست اولین فایده ای که در روزه است ببینید اکثرا بچا بچا جوان پیرمرد ها سنشان که متوسط است کوشش زیرا میکنن که ورزش کنن وقتی که میگوییم که چرا ورزش میکنیم میگه به خاطر خود میکنیم قسم روزه هم به خاطر صحت است چون در روزه در ماه مبارک رمضان کسی که روزه دار است یک پروتین به نام نیورو تروفیک پروتین این نیورو تروفیک پروتین در داخل دماغ زیاد تولید میشه و زیاد افراز میشه و این باعث تقویت دماغ میشه و همچنان مریضی یاد فراموشی که به نام الزایمر یاد میشه این را کاهش میده و در پالویزی گیر کاهش میتا بر لحاظ یک مریضی دیگه به نام پارکینسون میگیم که او را هم کاهش میتا و خود حوصله ما را اضافه تر میکنه و چون تماما وجود ما توسط دماغ کنترول میشه ای چون دماغ وقتی که قوی باشه تماما وجود ما قوی است در نتیجه کسایی که ورزش میکنن او کسی که ورزش میکنه اینمی پروتینی که با نام نیورو ترافیک پروتین است در جریان ورزش ای هم افراز میشه پس وقتی که اوجا پرسان میکنی به خاطر چی ورزش میکنی به خاطر صحت پس روزه را هم به امو شکلی که لازم است باید روزه بگیریم به خاطر صحت خود و به خاطر حصول رضامندی خداوند یک مثلا مسئله دوم وقتی که ما تماما حواس ما جمع باشه و با مثلا فکر ما آرام باشه چشم ما آرام باشه از طریق دهن ما حرف های غلط نگوییم به این است که ما روحان و آرام آرام هستیم وقتی که انسان روحان آرام باشه یک احساس خوشی در داخل درونی میکنه و این احساس خوشی در داخل وجود انسان تماما متابولیزمی که صورت میگیره و تا پروسی تخریبی و تعمیری که صورت میگیره به مشکل صحیح و درستش صورت میگیره و همچنان افراز هورمون هایی که در داخل وجود است او هم به شکل صحیح افراز میشه که بالای صحت وجود ما فوق العاده اثر مثبتی داره چیز سیمی که است در ماه مبارک رمضان اما بعضی ها میگن ما روزه میگیریم اما داخل روزه چاق میشیم داخل روزه ما فواید روزه را نمیفهمیم اما شوی افتاری و سحری ما این ارتباط میگیره بر زو یک شخص از روزه میگیره اما شیوه افطاریش هم درست نیست و هم شیوه نان شبش هم صحیح نیست و هم شیوه شیوه سحری عموم مزایا و فواید که روزه داره بلی. او از او برخوردار نمیشه و او را حاصل کرده نمیتونه پس ما باید توجه هم داشته باشیم در در وقت افطار چی را باید استفاده کنیم در وقت غذای شب چی را استفاده کنیم در وقت غذای سحری چی را باید استفاده کنیم چیزی سیمی که هست در وجود انسان از ما پنج پنج عضو حیاتی داریم که بدون عضو اعضا انسان زندگی کرده نمیتونه که یکیش قلب است قلب. اگر در وجود انسان قلب نباشه زندگی ناممکن است ده. اگر دماغ نباشه ناممکن است اگر شش نباشه ناممکن است اگر گرده نباشه ناممکن است اگر جگر نباشه ناممکن است این پنج اعضا حیاتی است اما اگر یک دست نباشه ممکن, است, ممکن است زندگی کنیم این غیر حیاتی است پس روزه گرفتن به اعضای حیاتی وجود ما و شما بی‌نهایت ضرورت است به خاطر زیکه. کسایی که روزه میگیره در داخل وجود یک ماده به نام هوموسیستین یاد میشه بله. افراز هوموسیستین بسیار کاهش پیدا میکنه و وقتی که امی افراز هوموسیستین کاهش پیدا کرد پس ما از آفات سکتی قلبی نجات پیدا میکنیم با امن میباشیم و نمیگذاره که قلب مساب سکتی قلبی شود. یک مثلا مسئله دومی که او ای است که در جریانی که ما یازده و ما غذا میخوریم و غذاهای مختلف نوع و دو هم مو توازن برقرر نه کو نمو او نظر نه میگیری درې وختس درې 11 دمو در دماغ ما یو پروتین دي کوم په نوم دي ان پی اور ډای نایټریک یوراتریک پپټايد هیز زیات افراز میشه وو وخت کی ای زیات افراز میشه ای بوایسه امراض قلبي امراض قلبي میشه قلبه کلون میکنه خود والوا یا دسامهای قلبي ر تنگ میسازه او امراض ګونګون قلبي ر پیدا میکنه اما در ماه مبارک رمضان کی خداون سر ماهی چه که رحم کرده و او با مخلوق خود بسیار مهربان است در این ماه مبارک مرزان اینمی همی پپتاید کاهش پیدا میکنه که در او یازده ماه وقتی که ماغزه غذا خوردیم که مقدارش هر هرچ قدر کرسیده باشه او را پس کاهش میده تا پس ماه یازده ماه دیگر پس زندگی سالم داشته باشیم اما به با شرط اینکه که در غذای خود ما افراد نکنیم در نوشیدن خود افراد نکنیم چرا که بازی هایی فکر میکنن که ما دوازده ساعت گرسنه پس انرژی خود از دست میتم در حالی که در وجود زی یک قدر پروتین ها و یک قدر شحمیات ذخیره شده کو پس اونمو که وقتی می سوزن اونمو انرژی پس تولید میکنه این را باید با مصرف برسانیم پس اونایی تر فکر میکنن هر چیز در وقت افرا... افتار میخورن و افراد در غذای تغذیه خود میکنن این باعث میشه که همو مزایایی که خداوند در ماه مبارک رمضان گنجانیده از او مستفید نمیشه با امید از اینکه خانواده محترم که بیننده برنامه رمز زندگی هستن این موضوع را درک کنن و صحبتهای دکتر صاحب بشنون دکتر صاحب محترم پایام های زیاده دریافت کردیم که ایک یکی اکی کسایی که سوال داشته باشن دکتر صاحب سوالاتان پاسخ میگه و شما همچنان میتونین زنگ بزنین پرسویتان با ما شریک بسازین برادر ما سمیم خان گفتن که سلام علیکم بیننده بعدی گفتن سلام نورال حق استم از کابل تشکر سلام های هم محمد فیروز رحیمی هم سلام تقدیم کردن حبیب الله نظری هم سلام گفتن فردین جان هم گفتن سلام با شما هستم فرهاد کریمی هم گفتن سلام و احترامات خدمت هموطنان عزیز ما پیام های دیگر هم دریافت کردیم اما بیننده روی خط هستن همکارای تخنیکی ما میگن گرسنه است روزه داره او سر سردار تماسشون پاسخ میگیم میبینیم که چه پرسش دارن بله بفرمایید سلام با شما وقتتون بخیر سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین تشکر زنده باشین برادر عزیز بفرمایید میربانی برنامه بسیار خوبه هست موضوع بحث امروز تان در رابطه با رمضان دیدگاه صحت است موتور بله دقیقا آه آه. آه از دیدگاه اسلام خو همه ما میدونیم که روزه چی فضایل و چی خوبی ها و چی برتری هایی را داره اما چقدر زیبا هست که از دید سیهی یا از لحاظ تباوت ما بفهمیم که تاثیرات روزه بالای یک انسان چگونه هست با عباد مختلفش اگر توضیحات خوبتر و بهتر و زیادتر داده شود تا آنچه که مردم ما تنها دید دینی نداشته باشند از لحاظ معنوی و از لحاظ کیهی و از لحاظ عباد دیگری که داره تا خوبتر و بهتر معلومات پیدا بکنند و آنچه خوبی هایی که دین دارد اما گونه توضیح داده شد تشکر زنده باشین برادر از چرا شما مخاطب ما از آغاز این لحظه برنامه بوده باشین جناب دکتر سب یک یکی فواید صحی مهم رمزان را برای رمضان برای صحت بیان کردن و مثال دادن و صحبت ها همچنان ادامه دارد و باز هم دکتر سب در پاسخ برادر ما میخوایم که ببینید خواص انسان ها قسمی است که اگر, اگر یک فایده را دفتن اونا احساس میکنه یا میبینن زیاد علاقه مندی میشن دخلی. نسبت به اینکه اونا میگن که روزه از لحاظ اسلام بسیار مهم است مثلا در آخرت بسیار فایده داره و باعث ایزی میشه که ما باعث دخول جنت شویم او را زیاد مد نظر نمیگیرن اما یک چیز اگر دفتا اونا فایده شا میبینن او را زیاد علاقه از لحاظ طب نه تنها که را پیشتر ما گفتیم که بالای صحت قلب بسیار زیادی چی داره برای باعث کاهش وزن میشه و وقتی که باعث کاهش وزن شد خود وزن باعث ایجاد امراض گوناگون و مختلف در وجود انسان میشه که ازدیاد وزن ازدیاد وزن باعث زی میشه که باعث خود شکر بلند رفتن شکر خون میشه وقتی که شکر خون بالا میره دیابت پیدا میکنه در بالای زو بسیار اختلاطات دیگه داره یک دوم باعث خود فرد وزن یا ازدیاد وزن باعث فشار خون میشه که وقتی فشار خون پیدا کرد یک انسان و او باعث زی میشه که باعث سکتی قلبی شه و باعث سکتی مغزی شه و باعث امراض گوناگونی دیگه شه سوم خود وزن باعثی میشه که اگر یک انسان شخص وزن زیاد داشته باشه او سعی را گشته نمیتونه پس تحرک زو کم میشه و وقتی که تحرک کم شد به این معنا شد که باعث ایجاد امراض گوناگون و خصوص باعث امراض استخوان میشه استخوان زو سفنجی میشه و درد مفاصل پیدا میکنه درد عضلات پیدا میکنه کلسیم سعی جذب نمیشه چون او حرکت نداره چون وقتی که یک انسان ورزش میکنه به خاطر زینه ورزش میکنه در آفتاب می و در هوای فضای آزاد میده و به خاطر وجود زی تقریه شوه و ای خود مواد منرالی کلسیم کوبالت سلینیم و مواد مختلف در وجود زی جذب شوه پس در این صورت است وقتی که انسان روزه میگیره بله. باعث کاهش وزنش میشه وقتی که کاهش وزن شد جلوگیری از امراض شکر میشه یک جلوگیری از امراض فرط فشار میشه دو جلوگیری از امراض استخوان میشه سه چیز دیگه که فایده روزه است او ای هست که وقتی ما غذا میخوریم در اینجا بسیار باید توجه داشته باشیم خصوصا در وقت افتار به خاطر که اکثر مردم وقتی که افتار میکنند و خصوصا کسانی که در محیط بسیار گرم زندگی میکنند مانند جلال و یا کسانی که در خود شهر کابل هستند اما روزمست کار میکنند روی کراچی چیزای میوه تازه مفروشند در افتاب سوزان کار میکنند اونا زیاد احساس تشنگی میکنند و در وقت افتار فقط صرف و مغز و فکرشان به است که ملا الله اکبر گفت و اینا یک جام به یک نفس او آب شیرین باشه چی شربت باشه و چی مایات گازدار باشه و بسیار سرد باشه میخورن که این برخلاف افطاری است و این ضرر به صحت اینا است اول در وقت افطار باید اینا کوشش کنند از آب گرم استفاده کنند به خاطری که در طول 12 یا 13 ساعت وقتی که میده خالی است دفعتا یک چیزی زیاد برای بالای وارد میکنیم نقص میکنن به خاطر مثلا یک انسان ورزش میکنه قبل از اینکه ورزش میکنه اول میگم ما باید گرم کاری کنم, گرمکاری کنم. از این خاطر میدم باید آماده شو و به بیشتر گرفتن یا با مایات زیاد گرفتن پس ما از لحاظ تبابت توصیه ایرا میکنن که وقت افتار میکنین به یک نفس از لحاظ شریعت هم میگه که شما به سه نفس آب بنوشید از خاطر صحت انسانسی و در تبابت هم همی چیز تاکید میکنن دومی است که وقتی که ما افطار میکنیم در وقت افطار باید مقدار کم آب گرمه بنوشیم و امرای خورما ما افطار کنیم باز ما یک وقت داریم بین افطار و بین غذای شب اینمی را مراعات نمیکنیم یعنی و... باید مرات کنیم دفتا در افطار تمام غذا را میل نکنیم میل نکنیم بعد از نماز باید غذا را اما در وقت غذا مثل که میگن می فی فی کل امورها خیر و ها یعنی در هر چیز اوست خوبتر است پس در وقتی که ما میگن که ماه مبارک رمضان بسیار پر بر برکت واقعا که بر برکت است اما ای پر برکت زیر ما از بین نبریم ببین در هر فکر فکر میکنن که ماه مبارک رمضان پر برکت است و در سر دسترخان زی مختلف نوع مواد غذایی است از هر نوع زیاد غذا مواد است مختلف نوع غذا مواد که ما استفاده میکنیم این باعث خرابی صحت ما میشه کدام نوع غذا را باید استفاده کنیم ای باید توجه داشته باشیم وقتی که ما اگر دو دا توجه داشته باشیم ما میتونیم باعث کاهش امراض گوناگونی وجود خود سبب شویم اولا در ماه مبارک رمضان بسیاری ایتر فکر میکنن که ما تکلیف میده دارم و بله هاذا ما یک بهانه است که ما روزه گرفته نمیتونیم اما تکلیف میده تا تکلیف میده فرق میکنه یکی تکالیف میده پیش رفته است یکی متوسط است و یکی بسیار کم است در صورتی که اگر دکتر اجازه بده که شما میتونین روزه نگرین چون در او وقت برای تو نقص میکنه بر صحتت پس خداوندم میگه شما فدیه درست، اما اینطور نیست که یک کسی بسیار یک تکلیف میده عادی داشته باشه و کدام هم نمیتیش و این بهانه را جور کنه بلکه خود ریوزا باعث رفاع و باعث خوبی امراضی میده میشه و به طور کلی امراضی میده را بر طرف برطرف می... بخاطر اینکه که اول خود رو ماه مبارک رمضان وقتی که انسان روزه میگیره باعث سوی هاضمه است سوی هاضمه را برطرف می سازه. در وجود انسان تماما موادی که در خود روده ها یا میده است این بعد احتراق میرسه و خود خود امعا یا خود سیستم هضمی ما نارمل میشه پس چقدر خوب است که ما از، اگر ما مواد غذایی را در ماه مبارک رمضان زیاد بخوریم و زیاد بنوشیم این باعث گرنگی باعث سوی حازمه ما باعث افزایش وزن ما میشه پس کسانی که تکالیف میده دارد در صورت که امرای دکتر خود مشوره کنه اگر دکترشان برش اجازه داد که روزه را بخورن بخورن در غیر آن نه بلکه روزه به خودی تکالیف میده فوق العاده مفید است بله امکار میشه برنامه رمز زندگی بازم روی خط است فکر کنم پرسش دارن با امید از اینکه بیننده قبلی ما جوابشان گرفته باشن بفرمایید سلام با شما وقتتون بخیر السلام علیکم و علیکم السلام خوب هستم برادر, برادر عزیز ساعت من خدمت دکتر تیت تشکر از برنامه زیبایتان همیشه بیننده برنامه هستم از فیز آه می هستم برادر عزیز بفرمایید پرسشتان سلامت باشین زنده باشین از دکتر تیت یک سوال داشتم تقریبا در حدود 20 سال یا کمتر از 20 سال پیش من زخمی شده بودم یک مرمی اصابت کرده بود در قسمت شکم ما و این مرمی در میده ما بند مانده بود و بالاخره به با شدم میده ما عملیات کرد و در ضمنش روده ما رو سکلانده بود خود دوباره پیوست کردم تقریبا از این کف شاید 18 یا 20 سال بگذره ولی خب موضوعات شرعیش هم میفهمم باید روزه بگیریم ولی یک مشکل که بر من ایجاد میشه باید بازی که من روزه را هیچ گاه در هیچ رمضان نکردیم ولی یعنی سخت مریض می باشم از با یک طرف مرا به خیلی دست می گیرن من هم اپام هر کس را که می گم می گم او چی وقت عملیات شده بودی حالا ایت کلا مشکل نیست می توانی بزیده بگیری این مشکل هم دارم خواستم از داکتر سای بپرسم که ما چی باید کنم البته هدف من از این نیست روزه بگیرم یا نگیرم که از کدام غذا میتونم خوب استفاده کنم تا اینکه مشکل بر من طرف روزمره باشه درست است دکتر سپر برادر ما؟ نه خیلی تشکر زنده باشین وقت شما خوش خدا نگهده روزی خوب دکتر صاحب برتان مشوره میتن ببینید در وقتی که کسانی که تکالیف میده داره یا برادر ما که زخمی شده و روی قسمت رودیشان هم قطع شده یا پس دوباره پیوان شده داده شده و که اگر اینا در وقت یکی روزه گرفت روزه گرفتن یا نگاه کردن است بله در پالویز ایره باید ما من نظر بگیریم که از کدام نوع غذایی چرا که بسیاری مواد غذایی است که او بالای میده بسیار اثرات منفی و باعث افزایش تکالیف میده میشه. آه، اولا اگر ای برادر ما روزه میگیره در وقت افطاری از آب سرد استفاده نکنه آب شیر استفاده کنن غذا را با مقدار زیاد میل نکنن و خصوصا از غذاهایی که در افتار استفاده میکنه از غذای پروتینی مانند گوشت گوشت سرخ یا گوشت سفید و یا همچنان ماهی از این استفاده زیاد نکنند به خاطر اینکه این می پروتینی که از بالای میده اثرات منفی میگذاره و از طرف دیگه پروتین مایات فرار میده مایات فرار میده و در طول روز احساس تشنگی میکنه و باعث افزایش تکالیف میدهش میشه یک دو چیزهایی که زیاد آب در خود نگاه میکنه و فایبر داره مانند سبزیجات و میوجات از این زیاد استفاده کنه به خاطر که ای چون هم عملیات شده هم روده تکلیف داره و هم میده و این سبزیجاتی است که باعث چی میشه باعث جذب آب میشه و در خود آب نگاه میکنه و در طول روز وجود زی کاهش آ... یعنی احساس کاهش آب نمی و بر لوزو باعث قبضیت زیم نمیشه بله. <محن> یگانه چیزی که را تکلیف میتر در خود روده وی است که اگر اینا در ماه مبارک رمضان با مورجی می غذای خود سعی <محن> توجه نکنن باعث قبضیتش میشه و این قبضیت در روده ها بر زونا تکلیف میدن. پس سبزیجات وقتی که ما میگیم باعث رفع قبضیت و باعث نفخ بات میشه چیز سیمی که است از مواد غذایی که تصفیه شده است از او باید استفاده نکنن مواد غذایی که تصفیه شده مانند <محن> آرد سفید آرد سفید سبوس چې مانند برابر است و سهل الهضم نیست و چون این تکلیف معده داره و هم روده این سهل الهضم نیست و باعث ازدیاد تکلیفش میشه به این صورت اگر روزه میگیره او را خودش تکلیف میشه تکلیف در طول روز چهارم این است که خود آرد سفید وقتی که آرد اگر سبوز داشته باشه و یا آرد سیاه باشه این باعث آن نگاه داشتن آب و باعث رفع قبضیت و باعث کاهش اسید میدی این میشه ای دو چیزی سیم بازی ها عادت دارن میگه وقتی ما در روی دسترخان ما برنج نباشن بلی. و ببینید در شهر بازاری که ما برنج را که میبینیم تمامش تصفیه شده است با این معنا که سیقل شدگی است و این برنجی که سیقل شدگی است این خودش باعث قبضیت میشه باعث ازدیاد تکالیف میده بلیده. میشه و باعث نارامی سیستم هضمی میشه پس در این صورت اگر این مواد غذایی خودت را صحیح تنظیم کنه در او صورت اگر در طول روز برای کدام مشکل نمی باشه میتونه روزه بگیره هیچ مشکلی نیست اما اگر تکلیف زی به حدی است که او به صحت زی فوق العاده و حتی به طرف کوما میبرش و حالت زی بسیار در طول روز خراب میشه در او صورت خداوند بسیار یک سختی نداره و او مهربان است مهربان است کریم است رحیم است در او صورت اینا میتونن فدیه میتن اما با مشوره دکترش به خاطر که دکتر باید ببینه در کدام وضعیت است باز بعد از این تصمیم خود بگیره اول کوشش کنه رژیم غذایی خود درست بسازه چیزهایی که بعضی وقت ما آل یک مل. ما تنها فقط صرف در خود مزی تهم هستیم همیشه از مواد مختلف استفاده میکنید در وقتی افطاری ببینید بولانی قطعا اجازه نیست که باید بخورن چی او تکلیف داره یا نداره هر در دو صورت سموسه اما برخلاف اچار ترشی نوشابه گازدار ما فوق استفاده میکنیم و فوق است بسیار رمضانی اکثر این مواد غذایی بلی. آمده میسازه دکتر صاحب بیننده زیاد پیام فرستادن فرات جان کریمی هم گفتن سلام به ما تقدیم هموطنان عزیزم تشکر سلام های ما هم پذیرا شوین نقیب الله خورشیدی گفتن سلام آی روزه گرفتن به وزن کم کردن کمک میکند یا خیر بله روزه گرفتن در خود کاهش وزن فوق العاده رول بسیار مهم و سزای خود داره اما به شرطی که ما تا وقت افطار و سحری خود مراعات کنیم در غذا خوردن افراد نکنیم اکثرا ببینیم کسانی که روزه میگیرن اونا وقتی که افطار میکنن در خصوصا در اطراف یا در شهریات از روغنجوشی استفاده میکنن که باش ما ضعیف شدیم با. از پروتین باب زیاد استفاده میکنن وقتی که از زیاد استفاده کنن یا شیرینی باب زیاد استفاده کنن و یا همیشه تماما فامیلای را که ببینید در وقت افتار شربت شیرین استفاده جور میکنن چی رو حفظا باشه چی مختلف نه نو بله. و خود شیرینی باعث زیاد وزن میشه پس روزه چی ملامت است ما ملامت هستیم که ما شیوی افطاری ما درست نیست اگر ما شیوی افطاری خود درست کنیم شیرینی باب زیاد نخوریم پروتین زیاد نگیریم فقط سبزیجات زیاد استفاده کنیم میوه‌جات زیاد استفاده کنیم و او هم با شکل چیش به شکل زیاد رویش نی به مقدار کمش در این صورت ما میتونیم وزن خود از دست بدیم و برال یک چیز دیگه او است که در سحری در سحری وقتی که ما غذا میگیریم ما اینطور فکر کنیم که صبح گرسنه نشم ما خوب پای بند کده غذا میخوریم و او باعث خرابی صحت و باعث زیاد وزن ما میشه اگر ما میخوایم که وزن ما کاهش پیدا کنه برای خود خوردن غذا خود باید متوجه باشیم دکتر گفتین سبزیجات و است اما در افغانستان مخصوصا در پایتخت خریدن میوه که قیامت است <applause> برسر چون فصل میوه مقدر نیست برادر ما سلام تقدیم کردن که نورالحق هستم از کابل سلام البته به دکتر صاحب تقدیم کردن بیننده بعدی ما جمع رجب اندرابی گفتن سلام خوب هستین تشکر زنده باشین سید عبدالله مهدی زاده هم بودن سلام عالی موفق باشین زنده باشین محمد محمدی هم سلام تقدیم کردن میروزیان نوری هم سلام تقدیم کردن بیننده بعدی ما سلیم جان هم گفتن سلام آصف جان و محمدی گفتن خیلی آمد کسی آمد کمی است غذا خوردن خدا نداره یعنی خیلی کسا گفته غذا خوردن خدا نداره بدون تردید خداوند من کمک کنه همه ایه. هم ماره. ما را سمیم جان هم گفتن سلام و خدمت هموطنان عزیزم تقدیم می, می نمایم تشکر مسعود جان هم گفتن سلام خوب هستین تشکر زنده باشین البته مسعود جان بارگزایی سمیع امیری هم گفتن سلام علیکم کریم هم گفتن سلام علیکم چی خبر تشکر بسیار خوب زنده باشین عبدالصبور محمدی هم گفتن سلام خوب هستین بیننده بعدی ما هم حالی جان هستن سلام تقدیم کردن حبیب الله جان هم گفتن سلام احترامات برنامه خیلی عالی است موفق باشید تشکر زنده باشین سرور محمدی هم گفتن سلام خوبی تشکر آقای نظری نجیب الله نظری هم گفتن سلام خوب هستین زنده باشین بیننده بعدی ما محمد هم گفتن سلام به شما و مهمان شما محمد هستم از ترکیه سلام های ما را پذیرا شوید محمد علی هم گفتن سلام دکتر صاحب روز گرفتن بدن فایده داره یا نداره که دکتر صاحب بیان کردن قبلا بیننده بعدی ما هم دوست محمد گفتن روزا گرفتن برای صد خیلی مزر است این ها البته مضر هست یا نیست سوالشان این گونه بود که گفتن بدن به انرژی نیاز داره اما روزا گرفتن انرژی بدن کم میکنه دکتر صاحب برای شما گفتن که روزا گرفتن باعث کمبود انرژی بدن نمیشه بلکه به انرژی بدن زیاد می می‌بخشم با و سلامت عمومی بیادر میشه خدا کنه شما از آغاز برنامه بیننده برنامه بودین ایلانا جان همچنان عبدالله جان همچنان سلام و درود برای روزا همچنان معلومات خواستن از دکتر صاحب که قبلا در رابطه با فوایدش بیان کردن بیننده بعدی ماری جان سلام و احترام تقدیم دکتر صاحب محترم و گوینده موفق برنامه رمز زندگی باز علی هستم از شهر ملبورن استرالیا سوالم از دکتر صاحب این است کسانی که زخم میده دارن از کدام غذا بیش بیشتر در ماه رمضان استفاده کردن دکتر صاحب در جواب سوال او برادر ما که روزه روزه گرفتن به وجود انسان مضر است بله. ببینید شما وقتی که یک مثال بسیار ساده میدیم یک تانکی آب داریم بله. تمامان تمام فامیل های کوشش میکنن که سال یک بار یا دو بار اون را پاک کنند. کنن. بله. امی وجود انسان یا میده انسان مانند تانکی آب است در یازده ما وقتی که شما غذا میخورین در داخل وجود جینا تجمع میکنن و این به شکل شحمیات است و وقتی که ما روزه میگیریم باید شحمیات ذوب شود و ازمو شحمیات که تجمع کرده او از اون انرژی تولید میشن پس باعث کاهش انرژی ما میشه، بلکه امو انرژی که در دا داخل ذخیره است و از زیاد است که او باعث خرابی میشه او پس به مصرف میرسه به این معنا که داخل وجود ما پاک میشه پس روزه در ماه مبارک رمضان فوق العاده و بیشتر و بیشتر فایده داره بلی. بیشتر و بیشتر فایده داره انرژی ما را کم نمیسازه کم هم نمیسازه نمی بله و چیز دیگه که برادر ما سوال کرده بودن که زخم میده دارن بلی. کدام غذا استفاده کنن اول خو اینا کوشکسانی کسانی که زخم میده دارن بله. اونا وقتی که غذا میخورن باعث درد میده می میشه و اینا کوشش میکنن کل که خود در حلقوم می خود میندازن تا پس او غذا را برگشت بده و بیرون کنن تا میده آرام شود پس در این صورت اینا کسا ای کسایی که زخم میده دارن اینا کوشش کنن که غذا را به مقدار کم بگیرن یک دوم غذاهای سرخ کرده را نگیرن سه آب بسیار سرد را ننوشن که باعث ازدیاد تکلیف زیاد میشه چهارم آب شیرگرم اینا همیشه ب... ب... بنوشن و از غذاهایی که فایبر زیاد داشته باشن مثلا سفغول زیاد استفاده کنن نان که سبوس زیاد داشته باشه زوی استفاده کنن از سبزیجات سبزیجات اما در سبزیجات بعضی سبزیجات است که او باعث تکالیف میده میشه مانند گندنه مانند مولی سرخک سبزی تازه که است اما بعضی ها هستند که او باعث کاهش مثلا ترایی کدو گک و غیره ای باعث کاهش تکالیف میده میشن چیز دیگه ای که از او از در نوشابه ها در نوشابه باید ما از نوشابه های گازدار قطعا استفاده نکنیم و از غذای بسیار چیرین استفاده نکنیم و برای لوازم در پالویزی که از غذاهای استفاده نکنیم از پروتئین بسیار زیاد استفاده نکنیم بس... که باعث ازدیاد تکالیف می بله با امید که برادر ما جواب سوال خود گرفته باشن که از ملبورن استرالیا با ما پیام فرستادن بینندی بعدی روی خط هستن پرسش دارن. بله بفرمایید سلام باش ما و وقت زیبایتان بخیر. بله مخاطب عزیز آواز ما دارین سلام به شما فکر کنم تماس بیننده ما قطع شده میریم سراغ پیام ها و بیننده های بعدی ما هم میبینیم که چی پیام گذاشتن فوزیان پنشوری گفتن سلام علیکم تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما آقای خیراندیش گفتن سلام خدمت و تمام شما عزیزان تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما هم سلام تقدیم کردن به دکتر صاحب و همچنان آقای رامیزی هم گفتن سلام بر شما بسیار آموزنده تشکر زنده باشین سمیم سلیم جان هم گفتن سلام دکتر سب زیاد خوردن چی باعث می شود خب خوردن زیاد باعث خرابی صحت بله باعث خرابی صحت میشه خوردن زیاد باعث سوء هاضمه میشه بله. خوردن زیاد باعث دلبدی میشه در وقتی خصوصا نو وقت بله. کسانی که در وقت سحری زیاد غذا میخورن دفتن استراحت میکنن صبح که میخیزن سرشان گرنگ وجودشان گرنگ و یک دلبدی احساس میکنن تکالیف گوناگون مختلف و باعث چاقی هم میشه آه تشکر زنده باشین بیرندری خط هستن تماس دارن بله سلام با شما وقتتون بخیر بفرماین برادر عزیز میربانی پرسش بله اتبا سوی آزمه آواز شما خیلی بله دکتر سه چون مگر این پرسش برادر من خب، از نام تکنیکی میخوایم ساوند کم بلندتر باشه از در کم چونیده برادر ما تکلیف میدارن دارن از ما دارن و همچنین چپال دارن و وقتی غذا میخوره باعث ناراحتی میدهشان میشه خب. در جواب سوال برادر ما باید کسانی که اچ پایلوری دارند این هیلیکو بکتر پایلوری ای از غذاهایی که زیاد از غذاهایی که با میده زینا بسیار تکلیف میده باید اول پرهیز کنند اچ پایلوری یکی خود تدویر را باید مندازم بگیره و چیز دومی که است اول مثلا پیاز خام سلاته ترشی چیزایی است که تماما در روی دسترخوان مزین است این چیزا در وقت افطار اکثر دل دلشان که چیز ترشی، مرچ تخم اچار اچار، آچار گوشت سرخ از و خصوصا گوشت گاو گوسفند گساله گو و بز از این استفاده کرده میتونن و سموسه اینمی بولانی و چیزهای در اطراف مثلا بولانی تندوری از این باید استفاده نکنن بخاطری که باعث ازدیاد تکلیف میدی زینا میشن هیچ پایلوری دارن اینا کوشش کنن که اکثرا از مایات گرم زیاد استفاده کنن اما مایات گرم به این که از چای زیاد استفاده کنن با خاطر کسانی که تکلیف میده دارن اگر چای زیاد میدوشن این به این معنی که او مواد نیکوتینی را بسیار زیاد میگیرن و او باعث ازدیاد تکلیفشان میشه اینا به عوض چای از آب از آب جوش استفاده کنند اما بعضی ها عادت دارند وقتی که چای می نوشن چای بسیار داغ می نوشند امی چای داغ نوشیدن از لحاظ شریعت هم حرام است و از لحاظ تبابت هم ممنوع است نباید چای داغ بنوشیم به خاطری که با باعث تکلیف میده و همچنان باعث تکلیف دیگه انسان میشن و همچنان آب بسیار سرد نوشیدن هم حرام است از لحاظ شریعت و هم از لحاظ طبابت باعث زیاد تکلیف میده میشه باید چیره گرم باشن از این باید استفاده کنیم بله بین دی بعدی ما همچنان محمد صفا هستن گفتن گرفتن روزه برای بیماران شکر امراض پیشرفته قلبی سنگ های گرده در زمان حاملگی شیردهی چیگونه است؟ سوال دقیق برادر ما گفتن کسانی که مثلا بیماری شکر داره امراض پیشرفته مثلا تکلیف های قلبی داره سنگ های کلیه یا گرده داره و همچنان خانم هایی که آمله هستن و شیرده هستن درست. ببینید در کسانی که تکالیف گرده داره و او پیشرفته می باشه به اینکه به گرده آب بسیار بینهایت ضرورت است و و, و خود گرده تماما مایات وجود تنظیم میکنه یک شکل فلتر داره به خاطر زی آب بینهایت حیاتی است در این صورت اگر در ای صورت که او وقت آب نمیگیره و گرداش تکلیف میته و یا درد میکنه وضعیت میتونه این فدیه بده خدا مشکل نیست اما کسانی که مرض شکر دارن اونا میتونند روزه بگیرن به خاطر که خود روزه گرفتن امی خود شکر یا قند خون کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگه باعث کاهش وزنش میشه باعث بهبود شکرش میشه یک. کسانی که تکالیف قلبی دارن ما پیشتر گفتیم که تکالیف قلبی یکی از چیزهایی که از جلوگیری از کاهش میتا هوموسیستین اینمی روزه و او رو وقتی که اینمی هوموسیستین کاهش میتا این باعث جلوگیری آفات قلبی و سکته قلبی میشه اونا می روزی خدا بگیرند یک مشکلی که در گرده هست اگر پیشرفته باشه و کسانی که تکلیف گرده بسیار پیشرفته داشته باشند و مقدار آب اینا بر از اینا نمیرسه در اون صورت گرده شان زیاد درد میکنه و یا چون اوج مسئله حیاتی است حیاتشان به خطر مفته در صورت میتونن اینا روزه بخورن و و هم در که م... پیش نزد یک دکتر بره معاینات خود کنه و بعد از او اگر دکتر اجازه دادش بعد از بخورن و فدیه خدا بتن بله و خانمایی که شیر میتن و خانمایی که شیر میتن در اونها اجازه است که مطلقاً باید روزه بگیرند. اینطور رو نیست که او شیر باید روزه را بخوره به خاطر اینکه مقدار انرژی در وجود زینا هست او به مصرف میرسه او در خود اینمی روزه گرفتن در شیردهی زی اضافه میشه اضافه میشه اونا وقتی که در سحری چی میگرند سحری میکنن و سر شام میگن اونا مو انرژی است که داخل وجود چی اضافه و ذخیره است و چی از میره او پس کدا مشکلی بر زینا پیدا نمیکنه بلکه به صحت زونا فای فایده میرسونه اونا باید ش... خانم در وقتی شدهی... هستن؟ و در وقت حامل هم باید روزی خدا بگیرید با امید از اینکه برنامه جواب سوال گرفته باشون عبدالجان هم گفتن دکتر سه سلام تقدیم کردن تشکر از بیننده های ما و همچنان بیننده بعدی ما سلطان جان گفتن سلامون خوب هستن تشکر زنده باشن بیننده بعدی ما البته گفتن سلام بر شما جناب دکتر صاحب در افتار خوردن آب بهتر است یا چای گفتن از من دور باشین البته اسم پروفایلشن است خب خوردن در چای فایده داره ببینید در وقت افطار ما کوشش زیرا باید کنیم که از آب استفاده کنیم و او هم آب شیرین نه آب گازدار نه آب بسیار سرد نه بلکه آب شیرگرم یا آب عادی آب نرمال از آب نرمال استفاده کنیم اما به حد بیشترش نی بعضی ها هستن عادت دارن وقتی که بشینن یک قدر آب می که باز میشینن میگه دیگه جایی نیست که من غذا بخورم یک قدر آب نوشیدم که دیگه غذا خورده نمیتونم نه او نقص میکنه با مقدار کم آب بنوشن و از چای پریز کنن در وقت افطاری حتی در وقت سحری هم زیاد چای خوردن باعث فرار آب از وجود انسان میشن با خاطری که چای سبز مدرر است از یک طرف مدرر و از طرف دیگه نیکوتین داره او باعث تکلیف ازدیاد میده میشه ها یک یادوری باید کنیم که بعضی ها عادت دارن که در وقت سحری چای سبز بسیار زیاد میدونن شما که در روز در طول روز تشنه نشو ببین ببینید چای سبز چی هست اول ما بیشتر گفتیم که چای سبز مدرر است یعنی ادرار یعنی است از وجود انسان آب فرار میده وقتی که از وجود انسان آب فرار داد و در طول روز تو آب هم نمیگیری ای به این است که در وجود تو آب ذخیره نشد آب فرار کرد ای باعث خرابی صحت شما و باعث تشنگی شما میشه اما بعضی ها میگن که تشنگی را چای میورد چای نمیورد بلکه تشنگی را آب میورد باید اینا کوشش کنند بله. که از آب استفاده کنند که در جریان روز در وجود زینا آب ذخیره و به تمام حجرات و به تمام آضا برسه و خصوصا خصوصا گرده وظایف نرمال خوده وظایف نرمال خود نگاه بداره آه. ولی ما که پرسش دا داشتن و گفتن که پرسش جواب نرفتین در رابطه به خانم های عامله دکتر صاحب پاسخ گفتن گفتن کسانی که عامله هستن میتونن روزه بگیرن و مشکل نیست البته مطابق به ایدارت دکتر سای اگر دکتر مالشن کدام مشکل میتونن دکتر سای ایترست که خانم که عامله هستن اول ما و شما کل ما مسلمان هستیم و شریعت و خود اسلام برای ما تماما راهنمودها را بله. مشکل در چیست؟ بله. مشکل در روش ماست کس مادرانی که حامل هستند اگر اونا خوش باشند بله. از لحاظ روانی و روحی آرام باشند اونا قطعا احساس خستگی و گرسنگی و تشنگی را نمیکنند پس بسیار لازم است که در وقت حاملگی در یک خانم یک خانمی که در یک خانه حاملهدار دار باشد تمام اعضای فامیل با امور روی بسیار خوب داشته باشند که از لحاظ روان و بسیار آرام باشند بله. چیزی دومی که است وقتی که در وقت تغذی ضرورت زینا دو چند است از یک طرف ضرورت خودش است و از طرف دیگه ضرورت وجود طفل است که در بند پزی می روید در ماه مبارک رمضان با افطار و سری این دو ضرورت پوره میشه ضرورت پورا, پورا میشه اما یک بدبختی دیگه ای که اوی است و که اکثرا در جر جامعه ما مروج است و خصوصا در اطراف اولا غذای خوبی شب به مردا میندازن باز پسماندی که ما خانما میخورن نه کسایی که حامله دار هستن و دیگه خانم ها کلشان یکسان غذا بخورن و از غذای خوب مستفید شون تا اونمو ضرورت که یا مو ضرورت وجودی زی که داره او مرفوع شه آ بسیار خوب بینید روی خط هستن و پرسش دارن بله بفرمایید سلام باش شما وقتتون بخیر سلام برست سینتا جان برتان بخیر خوب هستین تشکر زنده باشین بفرمایید برادر عزیز پرسشتون وقتتون بهترم تماس گرفتیم بله مشکل بود نشد یا با این فکر میکنم نصب از جناب دکتر صدیق یک سوال داشتم که ما مشکل سوی حازمه دارم خب مشکل سوی حازمه دارم هر چیزی که میخورم خورم یک رقم دل ما میگیره گیره درست رای چاره هست یا که کدام غذای مخصوص چه رقم میگن که بخوریم در افتاری که مشکل برای سوی حازمه ما پیش نکن یا کدام نه غذا را نخوریم درست درست آه. تشکر برادر از بر شما پاسخ میگن دکتر سب وقت خوش خدا نگه دار خب دکتر سب... سوی حازمه سوی حازمه و همچنان آی بی باول سیندروم ایرا هم گفته میتونیم که بعضی اوقات کسانی که غذا میخورن در روده هایشان یک صدا تشکیل میشه و گرو گر میشه و همچنان با گای و قبضیت و گای و پیدا میکنن و هم دلبدی و تهوع پیدا میکنن در این صورت اول اینا کوشش کنن به امو طرز تغذیه خود بسیار متوجه باشند خصوصا اول کسانی که سوی هاضمه دارن از آب سرد از نوشابه‌های رنگین و گازدار و از این استفاده نکنن و از مهم. چای از چای زیاد استفاده نکنن یک دو از نان سفید استفاده نکنن, استفاده نکنن. خصوصا کوشش کنن که از آرد سیاه یا نان سیاه استفاده کنن که او در خود هاضمه بسیار فوق رول بسیار مهم داره سه از مواد پروتینی کسایی که زیاد سوی هاضمه دارن مانند گوشت از گوش زیاد استفاده نکنن و اینا کوشش کنن که از سبزیجات زیاد استفاده کنن و این سبزیجاتی است که فایبر زیاد داره و مقدار زیاد آب در خود نگاه میکنن و برای لوازمی که نگاه میکنن باعث بسخن. رفع نفخ و باد میشن بله دکتر صاحب ادامه صحبت شما پس از تماس بینید خط هستن پرسش دارن و اصرار دارن که تماس من قطع نشه بله بفرمایید سلام به شما وقت بخیر سلام بر شما آن سی از سلام بر شما تشکر سلام هم پذیره شوین خواهر قد بفرماین پرسشتن خب من از دکتر سبنی بودتان میکنم و دارم از پایدی دکتر تو داری اگر قم دستم بیست میشه پایم هم بیست میشه و تو هم به کم میشه یعنی کل کلو شدیم و جور نمیشم د څنګه مداوره یاد کړم مأمور نه وېستم خو د سټايټون د سټايټون سوزنه سوزنه کومه شه خابردګي نه شه بله ډاکټر سمه نه سوزنه سوزنه کیږي او به ستاسو په مخه مجموعه مخه کوځیت ځړه د خپګان کوي او سر او بخنه غواړم زه د خپګان کوي او صدر دي او په ستاسو ته کیږي کوم څه پخپل سر جڑا درځي نه من راضي پستا یو ناست نه ماته څه شي زیاتکليته دا پیداشي څه شي وانه څنګه کی غنو پستا څه کار کوي زما سې 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 تشکر ښاره ازبر شما پاسخ میګند ترسه وخت خوش خور درګقدر خدا ته تسال ګور دیدی خور په جواب کې دا سي وایو چې دا نه یوازې د ملي تکلیف بلکې زمونږه جامعہ داسې ده چې دلته شرایط اقتصادي شرایط امنیتي او زمونږه فرهنګي دغه دا رسومات داسې دي چې کړه کړه انسان باندې دروان لري هزر ډیر زیات فشار راولي او انسان تر وروانی او روحي تکلیفونه هم پیدا کوي دلته جدي سو مسلې دي یو مسله دا چې د دې د لاسونه او خپې کلام وديكيږي او یاستن نسن کیږي دا یا ترند د وټامین بي 12 کموالې دي او وټامین بي 12 زکه کم شوی ته د خپل اچ پيلوري حمله نه پدې صورت کې دا باید وټامین بي 12 سوغلي چې د پچکارې هم شته او ټابليټونه هم شته د یو مثلا دوهم مسله د اچپایلوري دی پيشپایلوري چې کله د روډي خوري ډایزر مېده پړسوب کوي او حتی کله نفس هم ور سره تنګيږي نو کله چې د مېدی د پړسوب وقوي او یا نفس تنګيږي د باط خپل طرز تغذیه یا خپل د خوراک طرز چې د ډیر فوقلاده توجه وکړي ځکه اول داري دا دا کوشش کوي چې پلت مقدار باندې روډي خوري ځان دي دفته نمرې لکه یو سنار مرشد په ورس کې دری ورزې په ورس کې دری زله روډي خوري لکه سهار غرما مخام مان. اما هغه اشخاص چې اغه اچپایلوري ولري او یا د مېدی پيشرفت ته کارفون ولري د دې لګلګ خووري خوډه د دې پینځه زره خوري دا ورځي پینځه زره خوري درې ماده چې باسي خلک داسې عادت لري چې چای ډېر زیات کی او داسې یو چې برچې ځان ته تربيو دم پدم پیالي په خپل باندې اړي د چاو سره پرهیز وکړي د یخ او بوس سره پرهیز وکړي او سلورمه خبره ده چې یو مول مغټ مشکل ده او قصهم په جنکو کې او ځوانان ولاکانو کې د شپې دغه فیسبوک باندې او په دې کمپیوټر باندې او په دې ټلویزیون نه کې چې د شپې یو لږ دورې سوري مصروفه او ویخوي د دوی دغه ډوخو تقسیم اوقات خراب وي دا د خپل تقسیم اوقات د خوب څه کی ووخت و ویده شه وخت پاسيګه دا په خپل صحه باندې مثبت اغیز کوي درېمه خبره ده چې د ذهني له هازه دا باید ځان آرام وساتي او ځان ته پټو کونکی بلکې ورزش وکي او ورسره یو رواني د شخص سره هم مشوره وکي تر څو دغه بعضي ټابليټون له ټابليټون روان د پرچمه ده باندې هم تاثیر کوي روان باندې هم تاثیر کوي بلکې په مجموعي صحت باندې تاثیر کوي او ځان د کوشش کې چې ورزش سره سره ځان مصروف وساتي او خوشاله اوساتي کله چې اوزګاری او مسوفنی او, او تشوشونه واخلي د دې د مادي تکالیف نه دې ته تکلیف فوق العاده فوق العاده زیاتی کی او بلکوه شیش داو کی چې بعضی وخت کې دسی کسان چې کله په چکروزی یا تفرید بارزي نبه لکه په مغمان ته ننګرته نبه په دوي زاده یو ورځې د سرکه له غخم خرم ار څوب خرم چې دا به د ډیډي ټکالیفو د مېډيډي زیاتوالي سبب کیږي جديس خبره پريزو کې او غذا به ډیره ساده او خري او هغه ککور کې سوګ ورکه مسالي او مرچ او ډیر زیاته شي جديس خبره ډډو کې تر سو د دېډي ټکالیف د لا زیاتوالي سبب نشي او د دېډي صحت باني خا غيزو کې بلې غلام رضا البته <تصحیح> خانم رضا جان گفتن که سوال ما رو نخوندین در رابطه با روزا گرفتن خامله خانم های عامله دکتر سب ما دو بار سوال شما و دکتر سب هم پاسخ گفتن گفتن در صورتی که مشکل نداشته باشه تحت نظر دکتر صاحب میخواد مالش خود میتونه که روزه بگیره قدرت الله جان تگابی هم گفتن سلام برای مریضان شکر چی نظر دارین که قبلا دکتر صاحب گفتن که مریضان شکر میتونن روزه بگیرن و همچنان بیننده بعد ما گفتن سلام روز بخیر رافی هستم از حالا برنامه بسیار آموزنده دارین موفق باشین تشکر از شما هم زنده باشیم بینده بعدی ما هم البته دینا جان هستن گفتن دکتر صاحب گل چای که رقیق باشد من از نظر, نظر بچه های بسیار تل خوب تر است یا باز هم چای چای است باید آب بنوشیم قسمی که شما فرمودید آنی چای رقیق اگر باشه بهتر است نسبت به چای غلیز شما می توانین از چای رقیق استفاده کنین اگر می که بهتر و بهتر باشین باز از آب استفاده کنین اگر بازی ها عادت دارن می که چای نخورم می چاره ندارم مغز ما آرام نمیشه در صورت چای رقیق, رقیق باید استفاده بهتر است اف... اما با که بسیار زیاد بخورن فواز جان فولاد باز هم گفتن دکتر صاحب معرفی کنین جناب محترم دکتر صاحب عبدالحق زاده متخصص مداخله هستن شما میتونین که پرسش که دارین با مادر در میان بگذارین بعد ما گفتن سلام آیا گرفتن دو دانه تخم مرغ در سحری همراه با یک گیلاس شیرگر مازر نیست؟ ببینین در وقت سحری کسایی که تکلیف قبضیت دارن کسایی که تکلیف قبضیت دارن تخم هم باعث قبضیت میشه و شیر هم باعث قبضیت میشه و دو چیزی که قبضیت به وجود میاره و این یک جا میخوریم پس قبضیت دو چند میشه این باعث تکلیف ما میشه باعث اما بهترشی شی بود چون اردویش پروتین است در دو لبنیات هم پروتین موجود است و این هم موجود است اما در تخم نسبت بر زیادتر است و از لحاظ بیولوژیکی بسیار فواید بالای هم تخم دارند میتونید مثلا تنها تخم استفاده کنین بدون شیر و یا شیر استفاده کنین بدون تخم به خاطر که اگر بعضی اوقات کسانی که تکلیف میده داره و هر دویش ثقیل است باعث تکلیف از میده میشه و در هضم جذب کمی مشکل پیدا میکنه در این صورت صبح که وقتی از خواب برمیخیزیم یک تهوع دلبدی پیدا میشه پس خوب است که از اوسط کار یک یک استفاده کنیم تشکر میکنم جناب دکتر صاحب که در برنامه امروز ما رو همراهی کردین در این ماه مبارک رمضان و معلومات تیبی در رابطه با فواید صحی ماه مبارک رمضان بیان کردین بین های عزیز تشکر از شما هم که با ما همراه بودین تماس گرفتین و همچنان پیام گذاشتین از تمام کسانی در برنامه امروز مخاطب ما بود سپاسگزار هستیم بازم فردا با شما خال بودیم با یک موضوع خیلی مفید و مهم شما هم ما رو همراه باشین تا برنامه فردا خداوند یارا نگهدارتون